بله، از طراحی گفتیم، منو به یاد این موضوع انداخت که فصل بهار و تابستون در ایران معنیش گسیل نیروهای انتظامی و حتی پلیس زن به سرتاسر شهرهای بزرگی هست مثل تهران برای مبارزه با مسئله بدحجابی. تمام این سالها طرح مبارزه با بی‌حجابی یا بدحجابی در ایران وجود داشته، اما شدت و حدت اون فرق می‌کرده. از اون طرف با نگاه به گزارش‌ها و فیلم‌ها و شنیدن صحبت‌های افرادی که به داخل ایران رفت آمد می‌کنند، می‌فهمیم که زن و مرد ایرانی با جدیت و اشتیاق خاصی مد روز رو دنبال میکنن. با دو نفر طراح و دوزنده لباس زنانه، یکی خانم آزاده نجات الحسینی در تهران و دیگری خانم جلوه کیا ساکن هم استرالیا و هم ایران، در ارتباط با کار طراحی و بازار لباس و مد در ایران به گفتگو نشستم. اول از هر دو این خانم ها پرسیدم مشکلات مشتری ها در ایران برای پوشیدن طرحهایی که مورد نظرشون هست در این کشور چیست؟ ما مسئله که داریم اینجا اینه که ما دو تا چیز عمده بعد از انقلاب عوض شد. یکیش مسئله افکار مردم بود، یکی پوشششون، و اینو مجبورن همیشه به دو نوع نمایش بدن. یعنی همیشه و همه جا ما یه دوئیتی برامون به وجود اومده که اینو در پوشش به صورت لجبازی یا به صورت مبارزه منفی اینو تو جامعه خودشو نشون میده. پوشش ما که به عنوان یه طراح داریم کار میکنیم با دو نوع کار روبرو هستیم. یکی درون خونه ها، درون محافل خصوصی خودشون مردم پوشش دارن، یکی بیرون که مجبورن چیزی بپوشن، طوری رفتار کنن که به تبع نظام حاکم میخواد. و ما معمولا سعی میکنیم که به هر حال اینو یه تطبیقی بدیم با نسل جوان ما. جامعه ما بسیار جوانه، بسیار زیبا پسنده، با اینترنت آشناس، با ماهواره آشناس و دوست دارن که به روز بپوشن. با توجه به وضعیتی که ما داریم میبینیم اینو سعی میکنیم با انواع طرحهای قشنگتر، با انواع استفاده از پارچه های رنگی و شاد، استفاده از کارای روی لباس. شاید همه بگن که ایرانی ها چقدر زرق و برق دوست دارن. این به این دلیلی که نمیتونن خودشونو نشون بدن، مجبورن اینو با تزیینات بیشتر اینو نمایش بدن. در واقع چون تنها چیزی که میتونن نمایش بدن صورتشونه و اون لباسی که میپوشن همه باید به طبع یه چیزی باشه که خب باب سلیقه‌شون نیست. تو کشور ما تقریبا لباس ها بدون ضابطه و بدون توجه به معیار و موقعیت اجتماعی و وضعیت شغلی افراد و شرایط سنیشون دوخته میشه و طراحی میشه، و اینکه بازار پوشاک ایران دست یک سری آدمای محدودی هستش که اجازه نمیدن طراح و تولید کننده در این مقوله وارد بشه، و خانم ها معمولا ناراضی هستن که نمیتونن لباس دلخواهشون رو پیدا بکنن، که در این بین بعضیا با همین طرح مدلایی که هستش یه جوری مدارا میکنن، ولی بعضی هم خب به طراح لباس مراجعه میکنن که بتونن لباس دلخواهشون رو تهیه بکنن. به نظر شما یه بحثی بوده در مورد اینکه جامعه مخصوصا زنها یه شکل یک جور داشته باشن، یک فرم یک جور لباس بپوشن. با توجه به کاری که شما این چند ساله کردید، فکر میکنید که آیا عملی شده است؟ به نظر میرسه عملی نشده است. و آیا این تر اصلا عملی هست در ایران با توجه به جامعه جوان، با توجه به جامعه متنوعی که ایران داره و حتی فرهنگ هاش هم یک فرهنگ خاص نداره با توجه به مردمی که داره؟ به نظر شما اصلا قابل اجرا هستش؟ از شما میپرسم آزاده جان. اصلا امکان پذیر نیست. به هر حال ما جامعهمون جامعه‌ایه که تابعی از قومیت‌های مختلفه، سلیقه‌های مختلفه. ما نمیتونیم یه جامعه پادگانی مثل کره شمالی داشته باشیم. امکان پذیر نیست. ممکنه مثلا بگن توی مدارس همه یک رنگ بپوشن، هدبند بزنن. این کار مقطعیه. یعنی من اینو به وضوح دیدم بارها و بارها، این هدبند ها فقط دم در مدرسه زده میشه و اصلا عملی نیست که بخوان اجرا بکنن. اون طرحی که بخوان همه یک دست لباس بپوشن و همه یک جور باشن مطلقا به نتیجه نخواهد رسید. تو این چند سال اخیر هم اون طرحایی رو که خودشون به بازار ارائه دادن به عنوان الگوی حجاب و این طرحایی که دادن خیلی مورد استقبال واقع نشده، بخاطر خیلی لباس ها گشاده و اینکه به صورت اون المانایی که به قول خودشون حالا اسلامی هستش یا
مذهبی هستش، به صورت پچ، به صورت یه وسیله روی لباس کار شده که خیلی معمولا مورد علاقه خانم ها نیست. به نظر شما چرا اینقدر باید مسئله پوشش خانم ها مهم باشه در ایران؟ چرا به یک امر شخصی تبدیل نمیشه؟ ما اقتصادمون، سیاستمون، همه چیمون با هم عجین شده و نمیدونم چرا فقط این خانمای بیچاره هستن که این وسط بیشتر از همه مورد غضب قرار گرفتن، که در واقع به نوعی تحقیر میشن اینطور. چون معمولی ترین کار اینه که آدم چی بپوشه، هر کسی دوست داره هر جوری بپوشه. مگه کشور مالزی مسلمان نیستن؟ خیلی هم پوشیده تر از ما میپوشن. مسلماناشون واقعا رعایت میکنن، اونام که دوست ندارن رعایت نمیکنن. ولی خب این اجباری بوده که از اول شروع کردن و برای ما هم دیگه در واقع الان میبینیم که بچه ها به صورت لجبازی باهاش رفتار میکنن. یعنی نسل جوان ما دقیقا یه مبارزه منفی رو شروع کرده، تا اونجایی که بتونه داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه که به روز باشه دیگه. به نظر یک طراح، صحبتتون با طراحای داخل ایران چه هست؟ چه پیشنهادی دارین براشون؟ فکر میکنم که نباید همه تسلیم اون شرایطی بشن که به ما القا میشه. هر کدوم از ما میتونیم خلاقیت‌های خودمون رو نشون بدیم، در این حال که عرف جامعه رو مجبوریم رعایت بکنیم، ولی زیبایی رو محو نکنیم. زیبایی خاص بشر، زیبایی چیزیه که همه دوست دارن. من فقط امیدوارم خانمایی که توی ایران، به خاطر که این شغل مخصوص خانم هاست توی ایران، طراحی لباس و توی دانشگاه ها معمولا آقایون نمیتونن برن طراحی لباس رو تحصیل بکنن، امیدوارم اون خانمایی که حالا این کارو میکنن بتونن از اون تحصیلی که میکنن بتونن درست استفاده بکنن. و اینکه حالا درست خیلی محدودیت وجود داره، خیلی خیلی محدودیت وجود داره، ولی سعی بکنن تلاش خودشون رو بکنن که بتونن راه رو باز بکنن.